احمد روزهای دشواری را پشت سر می گذراند. احمد نام مستعار این جوان است و ما از فاش کردن هویت اصلی او در این گزارش به دلایل امنیتی خودداری می کنیم. او که قبل از تسلط طالبان بر افغانستان یک پیلوت آموزش دیده در ایالات متحده بود و در مقابل طالبان می جنگید، از سال گذشته به این سو در شهر استانبول ترکیه به سر می برد و منتظر رسیدگی به درخواست پناهندگیش به امریکا است. احمد حالا در سایه اخراج ترکیه زندگی می کند. من خودم چندین نفر را می شناسم که اخراج شدند و تعداد از آنان نظامیان سابق افغان بودند. طالبان می گویند که نیروهای نظامی در دولت سابق را بخشیدند، اما این حقیقت ندارد. هنوز هم این خبرها را می شنویم که طالبان به دنبال آنان هستند و به انواع مختلف کشته می شوند و ربوده می شوند. ریاست تنظیم مهاجرت ترکیه می گوید که در سال جاری بیش از 50,000 افغان را از طریق هوایی به افغانستان اخراج کرده است. این در حال است که 240,000 افغان دیگر در مرز میان ایران و ترکیه به عقب رانده شده یا آنان اجازه ورود به ترکیه دادن نشده است. گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که روز جمعه نشر شد، مقامات ترکیه را به استفاده از زور و اخراج دست جمعی افغان ها متهم می کند. آنچه ما می بینیم این است که این افراد عموماً در شهرهای ترکیه در عملیات بزرگ پلیس جمع‌آوری می شوند. در مراکز اخراج انتقال داده شده و سپس مجبور ساخته می شوند تا اسناد خروج داوطلبانه از این کشور را امضا کند. عنوان گزارش ما هیچ کس از من نپرسید که چرا افغانستان را ترک کردم است و این خلاصه ای از این حقیقت است که به هیچ کس فرصت ارائه درخواست پناهندگی در ترکیه داده نشده است. مقامات ترکیه اتهام اخراج اجباری افغان ها را شدیداً رد کرده و میگویند که آنها بر اساس معیارات بین المللی عمل می کنند. ترکیه میزبان نزدیک به 4 میلیون پناهنده عمدتاً سوری است. با این حال با افزایش نارضایتی مردم در مورد پناهجویان و انتخابات سال آینده، دولت از ورود پناهجویان بیشتر به این کشور حراس دارد. تعداد پناهجویان جدید افغان که در این اواخر به ترکیه می آیند بیشتر و بیشتر از پناهجویان سوری است. بنابراین دولت ترکیه از رسیدن موج جدید پناهجویان افغان به این کشور حراس دارد. انتظار می رود که با نزدیک شدن تاریخ انتخابات در ترکیه پروسه جمع‌آوری و اخراج افغان ها تشدید شود. مقامات همچنین اعلام کردند که اجازه اقامت بسیاری افغان‌ها در استانبول و شمول احمد تمدید نخواهد شد. اجازه اقامت احمد در ماه جاری میلادی به پایان می‌رسد. اما احمد می‌گوید آخرین مصاحبه او برای درخواست پناهندگی به ایالات متحده تا چند هفته دیگر خواهد بود. که امید او برای یکجا شدن دوباره او با همسر و 4 فرزندش می باشد. این یک مسابقه با زمان است. بنابراین امیدوار هستم که به ایالات متحده بروم، زیرا خانواده من در آنجا است. من هر زمانی که در سرک ها قدم می زنم می ترسم که مبادا پلیس ترکیه مرا متوقف کرده و اسناد بخواهد که من آن را ندارم. بنابراین ممکن با اخراج اجباری مواجه شم و از اخراج به افغانستان بسیار زیاد می ترسم. هفته های آینده روزهای تعیین کننده زندگی احمد است. اخراج به افغانستان و مرگ احتمالی او یا آغاز یک زندگی جدید با خانوادهش در امریکا. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.